بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام سلام به همه شما بچهای خوب پایه دهم. من در خدمت شما متبهری هستم برای دوره مطالب درس های اول تا ششم. یک آزمونی 30/11 از شما گرفته شده و احتمالاً این فیلم رو بعد از این آزمون می‌بینید. حل سوالات آزمون هست با کمک هم به صورت تحلیلی که انشالله به درد شما بخوره و در خدمت شما باشیم با دوره مطالب درس‌ها. بچه‌هایی که از نظر قواعد ضعیف بودن انشالله پیگیری کنن و به نتیجه برسن. برای اینکه من رو بهتر بشنوید و ببینید ماسکم رو بر میدارم چون اینجا کسی نیست و برای اینکه کیفیت کار بهتر بشود من از تو تصویر خارج میشم و در خدمت شما عزیزان ادامه مباحث رو با هم پی میگیریم. اون چه که در سوال میبینید سوال یک گفته که یه متنی رو داریم میبینیم، گفته کدام ترجمه براش صحیح هست. ما چون زمان زیادی نداریم به ترتیب گزینه‌ها رو که پیش میریم عرض کنم که هر جا به اشکال خوردیم اون گزینه رو رد میکنیم تا به گزینه پاسخ نزدیک بشویم. این رو در جریان باشید. اولین بخشی که ما با هم بهش میرسیم بخش مربوط به لنا، ان امکن لنا. لنا یعنی برای ما، برای ما. خب این لنا الان تو این گزینه اول اصلا معنی نشده، میذاریمش کنار. در گزینه خدمتتون عرض کنم ان امکن لنا ان نستخدم الحديد و النحاس في بناء البيوت فانها لا تتخرب بسهوله بعد ان تتحد بعد ان تحدث که میشه ان اومده تحدث حادثه. معنی اگر ممکن شود برای ما که آهن و مس را در ساخت خانه ها به کار بگیریم پس آن لا تتخرب، یعنی آن خانه ها خراب با سهولت بعد از اینکه اتفاقی حادث شود خراب نمی شود، اتفاقی رخ داد خراب نمی شود. پس گزینه یک کاملا غلطه. دو، اگر برایمان لنا ممکن شود، درسته که آهن و مس را در ساختن خانه ها به کار بریم بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد به آسانی خراب نمی شود، پس گزینه درست گزینه دو هست. و خدمتتون عرض کنم که خانه به ویرانی نمی انجامد غلطه. اگر ممکن باشد ان امکن ممکن باشد، ان اومد ماضی رو میبریم تو مضارع، ان اومد ماضی میره تو مضارع. اینجا گفته ممکن باشد، درست شد؟ ممکن باشد قبول میکنیم، مضارع التزامی. در ساختمان خانه های من، بیوت نا، خانه های من میشود بیوت نا. خب اینجا بیوت نا نداریم، البیوت داریم. پس بنابراین گزینه 4 غلطه، گزینه 3 هم غلطه، گزینه 2 درسته. این طرز حل سوال. بریم سوال شماره 2. عین الفعل الذي لا يمكن ان تق ان يقرا مجهولا. فعلی رو بخون که ممکن نیست که مجهول خونده شود. خب کدام فعلی نمیتونه مجهول خونده بشه بر اساس معنی؟ کدام فعل؟
دونه دونه وارد میشیم. نگفته بر اساس ساخت. اگر میگفت بر اساس ساخت، یعنی نگاه کن کدوم فعل لازمه و ما میخوایم ازش مجهول بسازیم، خب غیر ممکنه، نمیشود. اما گفته از نظر معنی، یعنی به معنی توجه کنید. خب با معنی که نگاه کنیم، گزینه یک اخبرت خبر داده شدند معنی میده، گزینه سه ارسلت فرستاده شد، گزینه سه صحیح میشه، گزینه چهارم اغلقت بسته شد میتونه معنی بده. این مجهول معنی میده، این مجهول معنی میده، اینم مجهول معنی میده. چرا؟ چون دانش آموزان دختر همشون با این خبر مهم خبر داده شدند. قانونهای دین در کتابهای آسمانی برای مردم فرستاده شد یا فرستاده شده است معنی میده. درهای مدرسه روز دیروز به سبب باران شدید بسته شده است معنی میده. اما گزینه دو ارزعت اگه بخونیم میشود شیر داده شد مادر بچه را. خب یعنی کلمه ام و هنون، ام ببخشید ولد، ام و ولد دوتایی در جمله حضور دارن، یکیشون فاعله یکیشون مفعوله. مادر شیر داده نمیشه از نظر معنی، همیشه بچه شیر داده میشه. پس نمیتونیم بگیم شیر داده شد، باید بگیم شیر داد مادر مهربان فرزندش را در حالی که او کوچیک بود، خیلی خیلی کوچیک بود. پس ارزعت به خاطر معنی نمیتواند درست باشد، پس باید بگیم ارزعت افعل یفعل افعل افعال باب افعال. پس گزینه ما گزینه شماره دو پاسخ ماست. میریم سراغ سوال بعدی. سوال شماره سه گفته که سوال سه گفته هناکه، معنی گفته باز هناکه سبع. خب سبع نجوم منیره که مجموعه من دوره، این دوره رو دقت کنید جمعه، معنیش میشه مروارید ها، اینجا مروارید معنی کرده، پس این غلطه. میریم گزینه دوم. گزینه دوم تو اینجا گفته بین مئات آلاف، مئات یعنی صدها، آلاف یعنی هزار، هزاران، صدها هزار، صدها هزار، درست شد؟ اگه واو بینش بود میگفتیم صدها و هزاران. خوب دقت کنید اینجا واو اومده بینش در میان صدها و هزاران، در حالی که صدها هزار واو نداره، پس این غلطه. بنابراین این گزینه دو غلطه. گزینه چهار گفته دورر یعنی مروارید ها، دورر یعنی مروارید ها، این معنی کرده مروارید، پس اینم غلطه. گزینه سه میشه جواب ما، گزینه سه جواب ما خواهد بود. اینم راه ترجمه، یعنی بحث عدد رو مطرح کرده بود، ببینه ما عدد بلدیم یا نه. سوال چهار گفته این الخطر، کدوم یکی خلافه؟ نگاه کن کدام خلافه در ضبط حرکات. ضبط حرکات یعنی ا، ا، او، ان، ان، اون، ساکن، تنوینیاش اشکال داره، میشه ضبط حرکات. خب نگاه میکنیم بهش، امرهم ذوالقرنین، امرهم ذوالقرنین به انیتو بالحدید و نحاس، این درست کامل. یعنی ما نگاه میکنیم جملمون اسمیه است یا فعلیه، آیا کلماتش درست اعراب گرفتن یا نه. امره فعله، هم ضمیره، حرکاتشون درسته. زو القرنینه دو تا قرنون مثنا کسره داره، درسته. زو چرا گفت؟ نگفت زا، نگفت زی، برای اینکه فاعل زوه، پس واو گرفته. یعنی فاعل امره، چه کسی امر کرد به آنها؟ هم مفعوله، چه کسی امر کرد به آنها؟
ذوالقرنین امر کرد، پس زو فاعل. به ان اومد بر سر فعل مضارع نونش پرید، به ان یعتو، یعتو بیاورند. بالحدید، به جار حدید مجرور کسره داره، درسته. واو واو عطف، نحاس هم معطوف به حدید میشه، کسره میگیره، پس حرکتش ضبطش درسته. اما تو شماره دو، من لا یستمعو، من لا یستمعو، من اومد بر سرش میشود لا یستمع، من شرطیه، من لا یستمع، نه لا یستمع، پس این غلطه، همون غلط، گزینه غلط، گزینه دو. بعد میشد من لا یستمع، من لا یستمع. چرا؟ چون کلمه شرط اولا آخر رو مجزوم میکنه، دوما استمع افتعل، یستمع یفتعل، استمع استماع، یستمع شده یستمع، غلطه. البته آخرش هم ساکن نذاشته، ولی خب یستمع نوشته، غلطه. پس گزینه دو جواب ما بود و ازش عبور میکنیم، به سوال پنج میرسیم. سوال پنج، گفته که من ابتعد عن الامیال النفسانی شابا و اقبل علی العلوم النافعه فلعل قلبه یملا ایمانا. گفته گزینه صحیح از نظر معنی کدومه دیگه، معلوم کنید. هر که دوری کند از امیال نفسانی و او جوان باشد، شابن یعنی در حالی که جوونه، قید حالته، حالت رو میرسونه، در حالی که جوان باشه. اما اینجا چی معنی کرده؟ گفته نفسانی جوانی، یعنی صفت موصوفی معنی کرده. نفسانی جوانی این الف لام داره، این نداره، پس این ترکیب غلطه، این ترکیب غلط معنی شده، پس گزینه چهار غلطه، میذاریمش کنار. به خاطر نفسانی جوانی ترکیبش غلط معنی شده. نفسانی جوانی ترکیب وصفیه، این اگه میخواست ترکیب وصفی باشه باید هر دوتا الف لام میگرفتن، غلطه. دومیش تو گزینه یکم نگاه کنیم، باز گفته نفسانی جوانی، پس اینم غلطه، نگاه کنید بچه ها، اینم غلطه، چون ترکیبه ترکیب وصفی نیست، این ترکیب نیست، ترکیب وصفی نیست، همین اندازه میدونیم ترکیب وصفی نیست. نفسانی جوانی، نفسانی جوانی، این دوتا غلط. خب ابتعد، یبتعد و ابتعد، ابتعاد، ابتعده یعنی دور شد، اما من که اومد بر سرش یعنی دوری کند، این دور شده، این دوری کند، کدام میتونه درست باشه؟ پس گزینه دو جواب ماست. ابتعده یعنی دور شد، اما من اومد بر سرش، من شرط، گزینه عرض کنم که بله، اگر اومده، من غلطه، اگر نیست، این سوالی را ببخشید اشتباه شد. یه بار دیگه، این اگر داره غلط، هیچ، اینم غلط، اینم که غلط بود، اینم که غلطه. گزینه سه، کسی که یا هر کسی که در جوانی از خواهش‌های نفسانی دور شده، ابتعده یعنی دوری کرد، معنیش میشه دوری کند، دوری کند به علوم سودمند روی. آها، حالا درست شد، حالا درست شد، باریکلا به این طراح تست که کمک گرفته. الان بعد یه قاعده من بهتون بگم، ما دو جور حذف در زبان فارسی داریم، حذف به قرینه لفظی، حذف به قرینه معنوی. در حذف به قرینه لفظی یعنی یه دونه فعل یا کلمه دیگه داریم تا معنی اینو کامل میکنه، یعنی در اونجایی که حذف به قرینه لفظی هست باید اولین فعل به صورت صفت مفعولی بیاید. نگاه کنید، یه مثال بزنم، خیلی مهم بود. مثال میگم علی
در مسابقه پیروز شد. علی قهرمان المپیک شد. خوب دقت کنید. الان دو تا فعل نوشتم، دو تا جمله. حالا میخوام بهتون بگم چه اتفاقی اینجا افتاد که ما رو به اشتباه انداخته بود اول و حالا درست شد. علی در مسابقه پیروز شد، علی قهرمان المپیک شد. حالا من میخوام این دو تا رو کنم یه جمله، اینجوری مینویسم: علی در مسابقه پیروز شده و قهرمان المپیک شد. یعنی اولی رو به صورت وجه وصفی میگن بهش. وجه وصفی یعنی همون صفت مفعولی. اولی رو اینجوری باید ترجمه کنیم تا به همدیگه قرینه وصل کنیم اینا رو. علی در مسابقه پیروز شده و قهرمان المپیک شد. به خاطر اینکه دوبار یه فعلی رو تکرار نکنن در فارسی اولی رو وجه وصفی میارن، به این میگن وجه وصفی. خب با این توضیحی که دادم، پس اینجا دوری شده، دور شده، درست عذاب در میاد. گرچه معنی دوری کنده مضارع التزامیه، ولی چون اینجا بیاورد مضارع التزامی آورده، همون دور شده رو میتونیم بپذیریم. یعنی وجه وصفی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایمان پر شود. حالا درست شد. گزینه صحیح 3. این به خاطر اگر غلط بود، غلط بود. ما یه خود سریع عمل کردیم، به اشتباه افتادیم، الان درستش کردیم. گزینه 3 به این دلیلی که گفتم میشود درست. آفرین به این طرح. سوال قشنگی بود، سوال خیلی خوبی بود، لذت بردیم. بعد چند وقت ذهن ما رو منحرف کرد. این نکته که گفتم رو حتما یاد بگیرید. خب بریم بعدی. سوال 6: طلبت امنا من المنظفین ان ينظفوا هذه الغرف جيدا. مامان ما از تمیزکارا، نظافت کننده ها، نظافتچی ها خواست که این اتاق ها رو خوب تمیز کنن. فنظفوها، پس آنها را تمیز کردن و صارت الغرف و اتاق ها پاکیزه شد. خب ببینیم کدام گزینه با این توضیحی که دادیم درست است. علل قاعده با این توضیحی که دادیم، هم مادر من هم مادر ما هر دوتا میتونه درست باشه. از نظافتچی ها خواست یا از نظافت کنندگان خواست، درخواست کرد. تا اینجا از کسانی که نظافت میکنند، خب این فعله. گزینه 4 میشود غلط، چون منظفین اسمه. تا اینجا یه گزینه رو رد کردیم، بقیهش همه خواست با درخواست کرد. خواست اینجا درخواست کرد. تا اینجا بچه ها دقت کنید، چون نظافت میکنن فعله، اینجا منظف فعل نیست، پس این گزینه 4 از دور خارج شد. حالا بین 1، 2 و 3 گفته که آن اتاق، آن اتاق، هازهی، اینها، این اتاق ها، گفته آن. پس بنابراین گزینه 1 از رده خارج شد. بین گزینه 2 و 3 مادر ما از نظافتچی ها درخواست کرد که این اتاق ها را، که این اتاق ها را، تا اینجا مثل همان، خوب نظافت کنن. گفته خوب، جیدن، جیدن تو این بالایی اصلا معنی نشده. دقت کنید، جیدن اینجا معنی نشده. پس گزینه 3 جواب ماست. جواب ما گزینه 3. گزینه 3 می شود جواب ما. بریم سوال 7. لحاظ المحافظه عدد کثیر من المصانع کما لها صناعات تصنع بيد الانسان و قد كانت معروفه منذ القدیم. خب در سوال 7 ما باید به کلمات بپردازیم تا ببینیم که کدام می تواند پاسخ باشد. هر کدام پاسخ بود دیگه عبور میکنیم. لحاظ المحافظه عدد کثیر من المصانع، این استان تعداد، عدد کثیر، تعداد بسیار،
تنوین داره، بسیاری از کارخانه ها تعداد من المسانه، میتونیم من المسانه کارخانه معنی کنیم، مسانه کارخانه ها بگیم، هر دوتا درسته. ببینیم اینجا چی معنی کرده. کارخانه، 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 کارخانه. خوب دقت کن، نکته رو یاد بگیر. وقتی تو همه گزینه ها مسانه که بعد میگفت کارخانه ها، تو همه گزینه ها کارخانه معنی شده، یعنی آقا ما سر ترجمه کارخانه دعوا نداریم، این کلمه رو همین جوری بپذیرید. خب این که تستا غلط میکنه، اما نه، چون همشون یکسانن دیگه روش بحث نمی کنیم. پس شد این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد. چون ل اومد اولش، دارد درسته. خوب دقت کنید، دارد. این گفته است، این گفته است، این گفته است. هر سه تا غلطه، گزینه یک میشه جواب. اینطوری پیداش کردیم. سوال 7 گزینه 1. میریم سوال 8. بریم سوال 8. گفته یستخرج زیت و خاص، یعنی روغن مخصوصی از کبد نهنگ استخراج می شود و هو یستعمل و آن در ساخت مواد آرایشی به کار می رود. یستعمل و به کار برده می شود بعد معنی می کرد. خب حالا ببینیم کدام کلمه، کدام سوال می تواند که کلمه ما باشد. از کبد نهنگ، من کبد الحوت، روغنی خاص، گفته زیتون خاص، روغنی خاص استخراج می شود، یستخرج و استخراج می شود، و هو یستعمل و در و آن در ساختن مواد آرایشی، در ساختن مواد به کار می رود، یستعمل و به کار برده می شود، این بهتر بود. گفته روغنی خاص را، خوب گوش کن ببین قواعد چجوری در ترجمه به کار برده. روغنی خاص را، این زیتونه، تنوین رو نگاه کن، یعنی تنوینش مرفوعه، مرفوعه یعنی این نایب فاعله. نایب فاعله یعنی چی؟ نایب فاعله یعنی این که این فعل مجهوله، مجهول. وقتی فعل ما مجهوله، مرفوع هم هست، این میشه نایب فاعل، مفعول که نیست، اما گفته خاص را، یعنی مفعول معنی کرده، پس این گزینه غلطه. اینم گفته مخصوص را، اینم غلطه. این کاربرد این روغن مخصوص که از جگر نهنگ است، کاربرد معنی کرده، یعنی یستعملو که فعل است به صورت کاربرد، و یستخرجو رو معنی کرده استخراج می شود، اما یستعملو رو گفته کاربرد. پس فعل رو به صورت اسم ترجمه کرده، فعل رو به صورت اسم ترجمه کرده، پس اینم گزینه غلطه. جواب ما گزینه 1 هست بچه ها. بریم بعدی، سوال 9. تستطیع الدلافین ان ترشدنا الى مکان سقوط طائره او مکان غرق سفینه. دلفین ها، ببین قسمت اولش خودش معنی کرده، دلفین ها یعنی قسمت اول رو معنی کرده. دلفین ها چی؟ گفته که تستطیع او، می توانند. پس گزینه توانستند، ببین به تستطیع او نگاه کردم، توانستند، می توانستند ماضی استمراری، و توانستندم باز دوباره ماضی، یعنی ماضی در حالی که این مضارع. پس گزینه صحیح ما 4 به همین راحتی، یعنی به فعل نگاه کردم با استفاده از قواعد پاسخ دادم.
شماره بعدی. شماره بعدی. پیامبران مبعوث شدند تا مردم را هدایت کنند، پس باید مردم به سخن آنها گوش دهند. خیلی خوب. گفته معنی دقیقه این کدومی که از این هاست؟ ما توجه میکنیم به کلمه فعل. فعل کدومه؟ مبعوث شدن. ببین بیشترین تستا رو ما با ضمیر یا فعل معنی کردیم و دقت کردیم تست ترجمه. مبعوث شدن فعل مجهول، بعث فعل معلوم خط میخوره. گزینه شماره 3 بعث خط میخوره. گزینه شماره 2 و 4 چون حرکت نداره محل اشکاله. حالا ببینیم کدام درسته. بریم جلوتر. فعل بعدیمون چیه؟ فلیستمه. پیامبران برانگیخته شدن تا مردم رو هدایت کنن، پس باید مردم به سخن آنها گوش بدهند. قبوله. پس باید گوش بدهند. فلیستمه. 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 استماع. بین 2 و 4 که الان محل اشکال ما، این فلیسمع، این یعنی باید بشنوند، این یعنی باید گوش کنند. باید خوب دقت کن نکتش این و توضیح بدم که توجه کرده باشی. ما یه سمعه داریم، ثلاثی مجرد، مضارعش می شود یسمع، امرش می شود اسمع، معنی می کنم شنید، می شنود، بشنو. یه دونه باب افتعال میگیم استمع، یستمع می شود مضارعش، استمع می شود امرش. این استمع یعنی گوش کرد یا گوش فراداد، یستمع گوش می کند، استمع گوش کن. استماع هم مصدرشه، یعنی گوش کردن یا گوش دادن. آقا یعنی چی این فرقش این چیه با اینا؟ خب الان توضیح میدم متوجه بشید. سمعه از سمع، سمع مصدرشه، یعنی شنیدن. ببین بچه ها گاهی موقع تو خیابون داری رد میشی، حواست تو کارهای خودته، در ضمن اون برم صدای این بلنگوهایی که دست میگیرن داد میزنن، مثلا فرض کنید که سیب زمینی پیاز نمیدونم میوه دارن میفروشن، وانتی داد میزنه، صدای اونم میشنوی، تو داری به خودت فکر میکنی، به کارات فکر میکنی، صدای اون رو ناخواسته میشنوی، اراده توش نداری. اما گاهی گوش میکنی، یعنی صحبتهای معلم، الان داری صحبتهای منو گوش میکنی. اما اگر گذاشته باشی گوشی توی گوشه و فیلم در حال پخش باشه و اراده توش نباشه میشه شنیدن، یعنی صدای منم میشنوی و هیچ رشدی توش نیست. اما اگر گوش کنی رشد توش داره. پس یه گوش کردن داریم که ارادی نیست، گوش کردن داریم که ارادی است و یه شنیدن داریم که ارادی نیست، تقریبا ها اینجوریه. پس سمعه یعنی شنید، اما گوش کردن یعنی با اراده قبلی رفتیم جلو و صحبت ها را گوش کردیم. در مورد قرآن داریم که اذا قرأ القرآن، قرآن که خونده شد یا خونده می شود، خونده بشود، اذا اومد باید بگیم بشود، خونده شود، فستم او استماع کنید، یعنی گوش کنید، نبذارید اونجا صداش پخش بشه. مثل کسایی که بلنگوها میذارن همینجور خود هیچ کس گوش نمی کنه، بغلش رد میشن. استمعو یعنی با اراده گوش کنید ببینید چی میگه. این را هم به عنوان نکته. پس گزینه صحیح ما گزینه به دلیل فعل یستمع
خدمتتون عرض کنم که گزینه دو شد پاسخ ما. گزینه دو پاسخ ماست. این هم سوال دهم. سوال یازدهم گفته تو قرصوها زل اشجار فی جمیع محافظات بلادنا لانها تسمرو کل سنه. سوال یازدهم معنی کن آقا، یا بگو نکتش چیه، کجاست. تو قرصو فعل مجهول ماست، کاشته می شود. تو قرصوها زل اشجار، اشجار جمعه، پس باید بگیم کاشته می شوند. این درختان کاشته می شوند، این درختان کاشته می شوند، کاشته می شوند، می کارند. پس چهار غلطه. ببین به خاطر می کارند چهار غلطه. اینجا گفته کاشته می شوند، کاشته می شوند، کاشته می شوند. هازه الاشجار، هازه ای اسم اشاره است، بر سر اشجار اومده دارای الف و لام. هازه ای باید این معنی کنی، چجوری؟ این درختان، نه اینها. این مال کلاس هفتمه آقایی که بلد نیستی اینو، یعنی کلاس هفتمو دقیق یاد نگرفتی، پس این غلط است. شماره دو هم میره کنار. گفته در همه استانهای کشور ما این درختان کاشته می شوند زیرا هر سال میوه می دهند، زیرا هر سال میوه می دهند. بنابراین گفته، اینجا گفته چون این درختان تمام سال میوه می دهند، در همه استانهای کشورمان کاشته می شوند. سه رو ببین، در همه استانهای کشور ما این درختان کاشته می شوند زیرا هر سال میوه می دهند. یعنی اولی شرطش اینجوریه، گفته چون تمام سال میوه می دهند کاشته می شوند. دومی گفته که در همه استانهای کشور کاشته می شوند زیرا هر سال میوه میدهند. خب تمام، کل، دو تا معنی داشت. همه، هر. تمام که نبود که، کل دو تا معنی داشت، معنی تمام و معنی هر. اگر بعدش جمع می اومد می گفتیم چی؟ می گفتیم همه معنی کنید. اگر بعدش مفرد می اومد بگفتیم هر معنی کنید. خب اینجا الان بعد کل سنه مفرده، پس بعد هر معنی کنیم. این تمام رو شما از کجا آوردی؟ این تمام، تمام، تمام رو از کجا آوردی؟ بنابراین گزینه یک غلط است، گزینه سه جواب ماست. این هم سوال یازدهم. سوال دوازده، سوال دوازده گفته که عین الصحیح، صحیح را مشخص کنید. ها اولای طالبات مجدات فی ادا واجبات هی الدراسیه. نگفت صحیح در ترجمه یا در ساخت. این دانش آموزان کوشا هستند، این دانش آموزان کوشا هستند در چی چی؟ مجدات یعنی تلاشگر، کوشا. این نوشته موفق، این غلط. یه غلط دیگه‌ش هم اینه، واجبات هی، این مال پسراست، این برگردونده به دخترها، پس این غلطه. یک غلط شد. اعطانی مسئول الاستقبال رقم 86، مسئول پذیرش شماره 86. 80 ثمانیه یعنی
واحد استن ثلاثه اربع خمسه سته سبعه ثمانی. ثمانی یعنی هشت. سته و ثمانین یه و نون گرفت یعنی هشتاد. سته یعنی شیش. هشتاد و شیش این معنی کرده شست و هشت. پس گزینه دو هم غلطه. این بهش میگن سوال ترکیبی بچه ها، یعنی سوالی که هر گزینش یه نکته یه درسی رو با هم ترکیب کرده. بسیار سوال بی خودیه و نباید سوالا از نظر استانداردی اینطوری طراحی بشه، اما متاسفانه در آزمون‌های سراسری و در همه آزمون‌ها سوالا ترکیبی الا ماشاءالله پیدا میشه. این بالا مربوط به بازگشت ضمیر بود، غلطش. این مربوط به عدده. آخرش مربوط به لغتش بود، یعنی هر موضوعی باعث غلط شدن. برای ما راحت‌تر پیدا کردنش، ولی خب این گونه است. للنساء دور مهم فی النظام، زنان نقشی مهم در نظام دموکراتی. دموکراتی یعنی دموکراسی للمجتمع، در جامعه دارند. زنان در نظام دموکراسی جامعه نقش مهمی دارند یا نقشی مهم دارند. خب کاملا حرفش درسته و این هم تیک صحیح رو براش میزنیم. اقلق نوافذ المعمل، اقلق افعل یفعل افعل، ببند امر دستوره. اینجا گفته چی؟ بست. پس گزینه چهار هم غلط است و میرود کنار. گزینه سه میشود جواب ما. سوال 13 گفته عین الخطا، خطا را مشخص کنید. خب حالا من بخونمش. جعلنی المعلم مسئول فریق کره القدم، جعلنی المعلم مسئول مضاف مسئول و فریق کره تل قدمه. آقا حرکتشو کامل گفتم که بدونی چجوری بلدم بخونم یا نه. ببینیم کدام گزینه است. سوال 13 اولی گفته خطا کدومه. معلم مرا مسئول تیم فوتبال قرار داد. جعلنی مرا قرار داد، معلم فاعلش، مسئول تیم فوتبال. پس این درسته. هیچ گفته خطا رو مشخص کن. خمس و سکان عالم من المسلمین، 5% خمس یعنی 1/5 پیدا شد. خمس یعنی 1/5 گفته 5%. گزینه غلط همین گزینه دو از معنی هم بود که به عدد برمیگشت. دیگه بقیه شو کار نداریم، کاملا غلط. اونای دیگه شم مشکلی نداره، من تضمین میکنم. خب بریم سوال 14. سوال 14 عندما كان القاعد مع جيش العظيم يواصل طريقه شاهد مستنقعات كانت مياهها ذات رائحه كريهه، ذات رائحه كريهه. خب در مورد آقای ذوالقرنین میگه وقتی رسید، خلاصه به مستنقعاتی رسید که آبهاش بوی بدی داشتن. سوال 14 گفته چی کار کنید؟ سوال 14 گفته که ترجمه درست این عبارت رو خواسته، ما پیداش میکنیم. اندما هنگامی که، وقتی که قائد فرمانده بزرگ از کجا آوردی؟ فرمانده بزرگ نداره که، سپاه بزرگه. پس گزینه یک غلط شد. اندما یعنی هنگام، یعنی هنگامی که، گفته در آن هنگام، آن را کجا آوردی؟ پس این دو غلط شد. در گزینه سه وقتی که یا هنگامی که این همه، فرمانده داشت کدومه؟ داشت با لشکر خود ادامه میداد، داشت ادامه میداد نداریم. این داشت در کجا آوردی غلطه.
داشت ادامه میداد ماضی التزامیه، اصلا اینجا ماضی التزامی نداریم ما، بعد ماضی استمراری میساخت، میگفت کان به اضافه یواصلو، این دوتا رو کان یواصلو طریقهی یعنی به راهش ادامه میداد، ماضی استمراری. این ماضی بچه ها بهش میگن ماضی مستمر، ببخشید ماضی مستمر یا ملموس، داشت ادامه میداد، داشت ادامه میداد، ماضی مستمر یا ملموس در گذشته، در حالی که ماضی استمراری میخواستیم. پس گزینه صحیح گزینه چهاره، گزینه چهار رو میپذیریم. سؤال پانزدهم، لما اوصل نفسه و الینا غنا من سروری الکثیر لنجاهنا فی مسابقات کره القدم. خب حالا ببینیم چی میشه این گزینه. سوال 15 گفته که ببینیم گزینه کدام است. لما گفتیم الان وقتی که هنگامی که اوصل نفسه الینا، هنگامی که خودش را به ما رساند، اوصل رساند خودش را، الینا به ما، هنگامی که خودش را به ما رساند یا رسانید، خب این هنگام خودش را به ما رساند اوصل اینجا اصلا معنی نشده که اینجا، معنی نشده. بعد گفته و خودش را به ما رساند آواز خواند، جابجایی عظیمی در عبارات جمله هست، از خوشحالی بسیارش، درسته، گفته که بسیار خوشحال شد، سرور هل کثیر، خوب دقت کن، سرور یعنی شادی، اینم کثیر یعنی بسیار، شادی بسیارش، این ه اش معنی شد، یعنی ترکیب وصفیه که ضمیر به جزء اولش چسبید، مال کلاس نهم این قانون، در ترکیب وصفی ضمیر به جزء اول میچسبه. پس بنابراین شادی بسیارش یا خوشحالی بسیارش رو اینجا میبینیم، درسته؟ موفقیت خودش، خوشحالی بسیار غلطه، یک غلط میشه، بسیار خوشحال شد غلطه، بنابراین سه هم غلط شد. خوشحالی بسیارش، شادی بسیارش، بین چهار و گزینه دو بعد پیدا کنیم. گفته لما نجاهنا فی مسابقات کره القدم، برای پیروزی ما در مسابقات فوتبال، برای پیروزی ما در مسابقات فوتبال. یه بار دیگه بهش نگاه کنیم، لما وقتی که انگامی که اوصل یعنی رسانید، رسانید نفسه خودش را، لما اوصل انگامی که خودش را به ما رسانید، آها خود را، خود را، اینها. پس شماره چهار هم افتادگی در ترجمه داره، خودش را به ما رسانید گزینه دو می شود پاسخ ما. سوال 15 گزینه دو. سوال 16، عین الصحیح، صحیح را مشخص کنید. دقت کنید سوال قبلی مال برگشت ضمیر، عدم ترجمه ضمیر، و با مهمترین قسمت مال فعل هاست، همیشه باید بهش دقت. اگه نه صحیح، عضون یشم مبه الانسان، عضوی که انسان باهاش بو میکشه، انوف جمع انفه، یعنی خدمتتون عرض کنم که
گفته که اگه نه صحیح، صحیح رو مشخص کنید. ببینیم کدوم. انوف یعنی بینی ها، بینی ها. خب این غلطه، بعد می نوش انف، چون هر انسانی یه دونه بینی داره، اینجا گفته دماغ ها. عضوی که یعنی یه عضو، یشم مباز یعنی یه دونه، بهی هی یعنی یه دونه انسان بومی کشه، بعد بگه انف، نوشته دماغ ها، غلطه. پس این غلط. یه منطقه آبی دریایی کنار ساحل، دیگه شاطئ نمیشه، شاطئ یعنی ساحل. خب این غلطه. کسانی که تعمیر کارن، هر چیزی رو تعمیر میکنند به سرعت، مشرف. غلط است، مشرف نمیشه، مشرف یا مشرف تشدید نداره، مشرف نمیشه. اما غلط می نویسم. معجم کبیر یستفید و منه العلماء، لغتنامه بزرگی که علما از اون استفاده می کنن، موسوعه یا فرهنگ، باریکلا فرهنگ یا جنگ. از گزینه دو میشه گزینه صحیح. این هم مشرف بچه ها به معنی اون کسی که راه نماست تو هتل ها و اینها، اینجا که تو ذهنمه به اون میگفتیم. خب کسی که به کارها اشراف داره. اصطلاح 17، انسان به وسیله دلفین ها بر کشف مکان های جمع شدن ماهی ها کمک می شود. گفته گزینه صحیح رو بگو. انسان کمک می شود. سوال 17. یساعدو، ساعده، یساعدو، مساعده، یساعدو باید بخونیم اینو. یساعدو الانسانو، انسان کمک می شود به دلافین، به وسیله دلفین ها. علا اکتشاف اماکن بر کشف مکانهایی که تجمع الاسماک، مکانهای جمع شدن ماهی ها، مکانهای جمع شدن ماهی ها. خب پس این گزینه گفته درسته دیگه، این که الان ترجمه صحیحه دیگه. این ان نداره نمیشه، قطعا انسان نمیشه. دلفین ها جمع، خوب گوش کن رد گزینه هاشو بهت بگم. دلفین ها جمع، دلفین اینجا مفرد معنی شده. پس دو غلط. خدمتتون عرض کنم که تتجمعو جمع میشوند، فعل، در حالی که جمع شدن مصدره. این مصدره، این فعل مضارعه، فعل مضارعه. پس بنابراین غلطه، سرم غلط میزنیم. ماهی ها جمع، بیاین اینجا رو نگاه کنین، سمک، سمک مفرده. پس این گزینه هم غلطه. جواب شد بچه ها گزینه اول. بریم سوال 18. به خواندن کتاب هایی درباره تقویت حافظه نصیحت می شوید. نصیحت می شوید یعنی چه فعلی؟ فعل مجهول، فعل مجهول. الان این کم چسبیده به ینسخ، بس نقش مفعول پیدا می کنه. این گزینه غلطه، چون نصیحت می شوید مفعول نداره، فعل مجهوله. تنسحون هم فعل معلومه، پس این هم غلطه، می ذاریمش کنار. دوتا فعل رو نگاه کردیم، دوتا گزینه رفت کنار. این دوتا مجهولن، تنسحونه، تنسحونه، تنسحونه. به خواندن کتاب، نصیحت می شوید به قرائه، به خواندن کتابهایی، کتابهایی نکره. این کتب نکره است، اما این معرفه است، الف لام داره.
پس بنابراین گزینه صحیح ما لاجرم گزینه دو نمیتونه باشه، ببخشید چهار نمیتونه باشه، به خاطر اینکه قرائت الکتب اومده توش، الف لام اومده. ببینیم بین دو و چهار کدوم درسته، هر کدوم اشکالاتی دارن. خب حول طرق، طرق خوب دقت کنید، تقویت طرق یعنی راه ها، راه ها خوب دقت کن، راه ها. قطعا این غلطه، به دلیلی که گفتم تنسهون به قرائت کتب حول تقویت ذاکره، به خواندن کتاب هایی درباره تقویت حافظه نصیحت می شود. گزینه صحیح گزینه دوه، چون ایرادی توش پیدا نکردیم، اما تو اونه دیگه همه ایراد وجود داشت. بچه ها احسنتم، خب پیدا کردیم که گیر توی اون طرق بود. این هم سوال 18 هم. سوال 19 هم، عین الخطا، خطا رو مشخص کن. من اول سوال رو بخونم. گفته که سوال 19، مادران تعدل امهات، خب الان همین الان یه چیز رو من براتون توضیح بدم بعد. تعدل امهات یعنی مادران در طریق نقش مهم ایفا میکنن، تعدی فعل مضارع ایفا میکنن، این درسته، کاری بهش نداریم. این نو کنه و ساعده کم علا اکتشاف مواد الحربیه، قطعا او یا او شما را بر کشف مادای جنگی یاری میکرد. کانه با یو ساعده ماضی استمراری بد معنی میشه، درست معنی شد. افوان اتصل بالمشرف حتی یعطی الینا، ببخشید ما مدیر داخلی، مدیر داخلی مشرف که گفتم همین رو گفتم تو هتل ها، مدیر داخلی، با مدیر داخلی تماس بگیر تا به سوی ما بیاید. حتی یعتی الینا، تا بیاید به سوی ما. حتی اومد، یعتی آمدن و بیاید معنی کرده که بیاید. ارسلت رسالتو من قبل صدیقی الی المدرسه، نامه را از دوستم به مدرسه فرستادم. ارسلت این بوده، ارسلت اور سه لت ار رساله، الف لامش ساکن بوده، اینم تی ساکن بوده، دو تا ساکن خوردن به هم تی رو کسره دادیم، خوندیم ارسلته. ارسلت ار رساله یعنی نامه فرستاده شد، اینجا معنی کرده فرستادم. فعل مجهول رو معنی کرده معلوم، کاملا غلطه. پس گزینه مورد نظر ما گزینه شماره 4 هست و قطعا این گزینه غلط است. آخرین سوال، سوال شماره 20، گفته که از تو بسته شدن این تنگه را به وسیله سدی بزرگ میخواهم. سد اینجا میشه سد، این گفته اسداد، پس یک غلط. این گفته کوچه، این گفته تنگه، پس این غلط. زغاق کوچه است، تنگه رو خواسته، غلط سه. نریدو منکه ان تقلق هذا المزيق بسد عظیم، اننا همانا ما، همانا ما نریدو منکه استم اختناق یعنی خفه کردن، این گفته بسته شدن، پس اختناق غلطه. نریدو میخواییم از تو انتقلقه که ببندی هاز المزیق این تنگه را با سدی عظیم، پس گزینه دو جواب ماست، همونهای دیگه غلط است. خب دانش آموزان عزیز، با حل این تست به پایان حل تست آزمونی که خودتون زحمت کشیدید شرکت کردید رسیدیم. امیدوارم که از نکته هایی که بهتون گفتم درس آموزی کرده باشید و بتوانید به موقع و در آزمون‌های بعدی موفقیت‌های بهتری کسب کنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. نستودعکم الله و السلام علیکم و رحمت الله. قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم خواهش می‌کنم
به عنوان تکلیف این هفته این 20 سوال رو در دفتر بنویسید با حل و تحلیل خودتون و ازش عکس تهیه کنید تا روز امروز که سه شنبه است من این فیلم رو براتون تهیه میکنم. دقیقاً 5 روز با خود امروز حساب کنید، 5 روز آینده برای من فیلم رو تا 5 روز آینده ارسال کنید. خسته نباشید، خدا نگهدار و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.